احمدی. دوستان عزیز با سلام به شما، بدون هیچ اتلاف وقتی میریم سراغ آقای دکتر نصر احمدی در کالیفرنیا. پیش شماره کالیفرنیا یا ایریا کدشون هست 818، شماره تلفن ایشون هست 201، بعدش 57، سالی که در ایران انقلاب شد، 79، سالی که در ایران انقلاب شد به تاریخ میلادی. ببینیم که آقای نصر احمدی امروز درباره قانون اساسی چه صحبتی دارن و چه خواهند گفت. آقای نصر احمدی سلام به شما، خیلی خوش آمدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید، برنامه امروز با شما است. سلام میکنم حضور شما جناب آقای سوربی، سلام بر همه هممیهنانم در هر گوشه جهان، چه کسانی که شنونده و بیننده هستند، چه کسانی که هیچ آگاهی از چگونگی این کار و این برنامه ندارند، یعنی هممیهنانم در سراسر جهان. هفته پیش که با شما برنامه داشتم، دوستی ساعت 1:30 شب به من تلفن کرد، گفتند که شما از فهد علی شاه گفتید و پدر آقا محمد خان، خواهش میکنم برای اینکه تداخلی در مبحث پیش نیاد توضیح بدید این چه داستانی است. ایشون هم مطالب گفتم، ایشون مصر شدن که حتما به آگاهی هممیهنان برسونن، برای اینکه بعضی ها رفع شبهه بشه من ناچارم یه توضیح کوتاه یه دقیقه بدم. میدونیم که ایل قاجار 3 ایل بودن، 2 ایل مهمش، یکی یوخالی باش که خیلی مهمه، اون بالای رودخانه اترک بوده، یکی زیر رودخانه اترک به نام آشاق باش. این آشاق باش ایل وسطی بوده، نه قدرتش موفق ایل اولی بوده، نه قدرتش کمتر از ایل سومی. همین ها بودن که دودمان قاجار، حکومت قاجار رو برپا کردن. البته مفصل در کتاب مشروطه تباه و قانون اساسی انسان‌ستیز من آمدن قاجار از کجا از بای بسم الله توضیح دادم، تا همین امسال، تا همین امسال از خاندان قاجار گفتم. اما میخواستم توضیح بدم که فتحعلی خان یعنی پسر ارشد محمد حسن خان که سردار تماس میرزا، تماس میرزا پسر سوم شاه سلطان حسین بوده. فتحعلی خان و نادر با هم رقیب بودن، احتمالا اگر که نادر زیراب فتحعلی خان رو نمیزد که پسرش محمد حسن خان باشه، اون پادشاه میشه در اون زمان، ولی به هر روی زیرابیشون زده شد. نادر محمد حسن خان رو از سر راش بر میداره. محمد حسن خان 5 پسر داشته، یعنی پسر فتحعلی خان، یکی آقا محمد خان بوده، یکی هم حسین قلی خان بوده، 3 دیگه هم داشته. حسین قلی خان پسرش اسمش بابا خان بوده. خب آقا محمد خان تو نخت و نصف شد 5 به دست نادرشاه افشار، پسر برادر نادرشاه یعنی پسر ابراهیم میرزا، او مخت و نصف شده بود، بچه ای نداشت، نمیتونست همسر اختیار بکنه. پسر برادر دومش به نام بابا خان که پسر حسین قلی خان باشه پادشاه میشه، لقبش رو فتحعلی شاه میذاره به اسم جد خودش. بنابراین امیدوارم توضیح کافی و وافی داده باشم. البته آقا محمد خان پسر سوم بوده، 2 برادرش رو که یه روزی شفاعت کردن تو دو برادر دیگه کتکش نزنن، اونها رو کشته، کور کرده و کشته. پادشاهان ما اگر فقط از فخامنشان به این طرف حساب بکنیم، بیشترش کمتر، خیلی کمتر خاندانی نیست که پسر نکشته باشه، پدر نکشته باشه، برادر نکشته باشه، چشم پسر در نیورده باشه، نیست. همین هخامنشیان 9 نفرشون رو چشم در آوردن و کشتن و از بین بردن. همین هخامنشیان که سمبول هست، اون تا تاریخ ما تاریخ خونیه. صفحه اول شما میخونید دلخوش هستید که صفحه 2 یک ذره آرام و تسلا پیدا میکنید، ولی بعد میبینید صفحه 2 خونین تره. به این مناسبت من خواستم قانون رو، حکومت رو پیاده بکنیم به نام حکومت پارلمانی که کسی با کسی کاری نداشته باشه، پادشاه قدرت قهار نداشته باشه، برگه نمایندگی از خداوند در جیب مبارکش نباشه. باور کنید ولایت فقیه کمتر، ولی پادشاهان پیش از ولایت فقیه اختیارشون به لحاظ اون قانون فاسد مشروطه و از
انسان ستیز ضد بشر مجلوطه به مراتب از ولی فقیه بیشتر بوده. اگر محمد رضا شاه ظاهرا جستش فرنگی بوده، به لحاظ اون تربیت 3 ساله بوده، بچه‌ای بوده فرستادنش سوئیس، یک کودک 11 ساله بوده رفته سوئیس، اونجا کفش پوشیدن یاد بگیره، بند کفش بستن یاد بگیره، رنگ جوراب با کراواتش هارمونی بشه، زبان فرانسه یاد بگیره، با کارد و چنگال بتونه غذا بخوره، آداب معاشرت و زبان فرانسه رو یاد بگیره. برای تحصیل که نرفته بود، یک بچه 11 ساله رفته، 14 ساله برگشته، 17 ساله هم زن گرفته، یه مدت هم رفته دانشکده نظام، بعد شده پادشاه. پادشاهان ما سردودمان که به طور مطلق کلمه البته در بیشتر جای جهان بیسوادها بودن، یعنی کسانی بودن که خوندن نوشتن نمیدونستن، بنابراین بر رضا شاه خورده نگیرند. پادشاهان اروپا هم همینطور بوده سردودمان ها، بعدها فرزندان خوندن نوشتن یاد میگیرن. این هست که خواستم این توضیح کوتاه موجز و مختصر و مفید رو داده باشه. و اما برمیگردیم به مطلب اصلی. هفته گذشته و دو هفته پیشتر خود آقای سروی عنوان کردند که چندین چند قانون اساسی نوشته شده، 40-50 تا گفتن، ولی البته 4 تا بیشتر نیست. آقای مهندس چمناره هم البته رقم خیلی، یعنی از نصف خیلی کمتر گفتن، اما 4 تا بیشتر نیست. مهمترینش قانون اساسی سبز، یعنی سبزها آمدن قانون اساسی نوشتن. البته به گمانم یه رمان وحشتناک دراکولی هست، اسم تیتر پشت جلد قانون اساسی است. اولا یه توضیح کوتاهی داده باشم، هر قانون اساسی در جهان بدون ذکر نام حکومت او قانون اساسی نیست. او یه رمانه، او یه داستانه، او قصه حسین کرده شبستانیه. من 2-3 تاشو در برنامه پیش گفتم، اما چون سبز هم پول داره و هم جناح خارج ها میشه، بویژه دو کشور که من البته یک کشورشو در این فرقینا نمیخوام اسم بیارم، کم و بیش امریکا ها میشه و اون کشور دیگر نخواهم گفت و بلندگوهای گسترده و وسیع در اختیارشون هست، اینجا هم یک سخنگوی داره به نام شاهزاده رضا پهلوی که بیعت داره با جناح سبز، رسما و کتبا اومده اعلام کرده، حتما آقای سروی در آرشیوشون هم دارن، به ویژه از تلویزیون اندیشه، به ویژه تلویزیون ایران آریایی و 4-5 تا تلویزیون دیگه و بیش از 9 تا رادیو. حتما آقای سروی امیدوارم در آرشیو اینها برای خودش ضبط و ثبت کرده باشه. آقای سروی اگر پاسخ منو میدید خوشحال میشم. بله، اون کشورهایی که میگید عکسایی هم ایشون داره که نشون میده رفتن و صحبت کردن و اینها همش هست. بله بله، خب خوشحالم از این بابت، بسیار بسیار خوشحالم. و اما اون قانون اساسی رو من یک تیکه کوتاه شو به آگاهی همیهنانم میرسونم. خب اولا من یه توضیح کوتاه راجع به آقای میرحسین موسوی داده باشم. میرحسین موسوی از خاندان همین روحانیون هست، حتی واژه میر برمیگرده به مادر در ذکر صفت مذهبی، ولی ایشون خاندانشون به خاندان مذهبی میرسه. لیسانسی هنرهای تزیینی هستند، هیچ دانش سیاسی اجتماعی مطلقا ندارند، آدمی هستند که حرف عادیشون هم به هر حال باید با پیدا کردن کلمه عنوان بکنن و در اصطلاح عام این دل میزنن تا حرف بزنن. به نام آقای چیز معروفه، البته این آقای چیز رو داور، آقای داور بیشه مدیر رنگارنگ بر سر ایشون گذاشتن، چون همه حرفاش میگه چیز، یعنی تکه کلام داره. مثلا خود شاهزاده رضا پهلوی پیوسته میگه به اصطلاح معروف، ولی هرگز اون اصطلاح رو هیچ وقت من نشنیدم که شما اون اصطلاح رو به کار ببره. وسط حرفاش میگه به اصطلاح یا به اصطلاح معروف. امیدوارم ایشون که میشنوند چون حرفای من سرشون حساس هستن، این به اصطلاح از حرفاشون بردارن، از گفته هاشون بردارن. حتی در نوشته میگه به اصطلاح، نوشته که میدن دستش تکی کلام داره. آقای موسوی هم تکی کلامش چیزه. آقای موسوی وقتی نخست وزیر شد، یک، ادامه جنگ ایران و عراق به امضا 8 نفر هست، یکی از امضاها امضای ایشون. آقای موسوی وقتی دانشگاه ها را بستن که هیچ صلاحیت دانشگاهی نداشته است و ندارد و نخواهد داشت، یکی از 7 نفری که بستن دانشگاه را امضا کرده به نام انقلاب فرنگی، آقای میرحسین موسوی. هم میهنان گرامی، هم بندان، شنوندگان، بینندگان در هر جای جهان هستید، این برنامه رو گوش میکنید یا بعدها کنترل میکنید از راه کامپیوتر، اینو بدانید جناح سبز چه خطری در پیشه، چه ضایعاتی در پیشه. جمهوری اسلامی کم بود، جنبش سبز افزوده شد. آقای میرحسین موسوی کسی که بستن دانشگاه امضا داره. آقای میرحسین موسوی کسی که وقتی فرزندان رشید دلاور ایران در زندان تیرباران کردند
در عرض کمتر از یک ماه به قول سازمان مجاهدین خلق که البته خیلی اقراق میکنن همیشه پیوسته و پیوسته 15670 نفر، به قول جبهه ملی بالای 7 میلیون، به قول پژوهشگران، به قول کاوشگران، به قول کنکاوشگران 5700 جوان رشید ایرانی دختر و پسر خاک هلاک افتند، یعنی در خون غلطیدند. یکی از امضاهای کشته شدندگان آقای موسوی هست، یعنی کسانی که باید کشته بشن یکی از اون امضاها آقای موسوی. من یه سوال از دولت ایران دارم، شاهزاده رضا پهلوی به چه حقی برگه نمایندگی از ایشون گرفته و ایشون تابعه میکنه و تقاضای عفو همگانی میکنه؟ اون پدران مادران دادخواهی نمیخوان بکنن؟ این چه ظلم و ستمیه که ما میخوایم دوباره به ایران کاله بکنیم بعد ادعای مشروطه فاسد؟ این چه داستانیست؟ همیهنان گرامی من، آقای مهدی کروبی کسیه که تمام لوایح زشت ضد بشری در 8 سال ریاست مجلسش بوده، مجلس تصمیم کرده قانون کرده. آقای کروبی کسیه که بیشترین احتکار رو در دنیا کرده. آقای کروبی کسیه که از بنیاد مستضعفان میلیاردها پول برداشته. مگر در مصاحبه و مناظره با آقای احمدی نژاد نشنیدید که آقای احمدی نژاد بهشون گفت چقدر شما دزدی کردید؟ گفت خب ملت دادن ما گرفتیم. شما ببینید سفسطه آخوندی رو با به چهد، یعنی جامعه بدترین عیب بشر اینه که آدم مخاطب و شنوندهشون نادان گیر بیاره، ولی اینها چون بر مصطبه هستن و قدرت دارن دروغشون به گفته این سعدی بزرگوار راسته. من خواستم این جنبش سبز رو به آگاهی شما برسونم، ببیشه جناغر ها میشه چون معترف جناغر هستن. خود حکومت البته این قضایه رو پیش آورده. حکومت ها در دنیا وقتی دوچار بنبست میشن از خودشون اپوزیسیون میتراشن، رها میکنن بین اپوزیسیون واقعی، اپوزیسیون واقعی که ضعیف و نحیف و به قول فراسدی ها جبل باشن یا نحیف باشن، اونا رو میخرن. یک شخصیت سستی بنام شهزاد رضا پهلوی با کله رفت دنبال سبزا و تصویر سبز شد متاسفانه و اعلام کرد که من سخنگوی جنبش سبز هم، جنبش سبز یتیمه، سخنگو میخواد. از سخنگوی هم درماند چون مشاورهش هر چه نوشتن دیدن همونجا رو دارن میمیسن. خانم سوزی آشار شد جانشینشون. برید تحقیق کنید ببینید خانم سوزی آشار که هست و چی هست. آمد اعلام کرد با آقای حسین مهری و آقای علیرضا مهبودی که من ماهانه 5,400,000 دلار نیاز دارم تا تلویزیون باز کنم. شما رو حسابم اعلام کرد 3 نوبت. بعد سر از تلویزیون اندیشه در آورد که ما همه میدونیم از کجا آبش خورش هست. یک ساعتی بهش دادن در این تلویزیون به نام افق. یک آقای هم از حزب‌الله آمد یک ضرب شد سخنگوی اون تلویزیون، به اون تلویزیون میچرخونه، اون برنامه رو میچرخونه. افق هم اسم برنامهش به این مناسبته که در وایس آف امریکا یک برنامه هست به نام افق. ایشون اگر مطلبی همیشه دارن در اون تلویزیون مطرح میکنن. دیگر تلویزیون هایی که به مشروطه وابسته هستن بر اساس تز و دکترین این دو سه کشور غربی که مشروطه را به یک طریقی میخوان به خود ملت ایران بدن، در اون تلویزیون بلندگو و ارگان رسمی خانواده پهلوی هستن. خیلی خوب، آقا پهلوی آمد، پهلوی رفت، انگلستان آورد، یعنی انگلستان برد به ایران لولی اول فرانسه و بعد امریکا و بعد دو کشور تقریبا ناظر انگلستان و آلمان تایید کردند که محمد رضا شاه برود. امکانات فراوان که در اختیار آیت الله خمینی بود هم از بودجه دربار شاهنشاهی ایران، یعنی اوقافی که ریاستش بر عهده آقای نصیر عصار بود، نخست وزیری 12 معاون داره، وزارت خونه های اتا، یعنی وزارت خونه های مهم مثل وزارت کشور، مثل وزارت دارایی و اینها 6 معاون دارن، بعضی وزارت خونه ها 4. در نخست وزیری معاونت بخشی از مذهبیون به نام اوقاف بود که ریاستش بر عهده نصیر عصار بود، همون عصاری که پسر برادرش آیت الله خمینی رو در نوبت دوم دستگیر کرد، سیف عصار 2,200,000 دلار در سال به آیت الله خمینی میدادن، 2,400,000 دلار به آیت الله شریعت مداری و دیگر رهبران مذهبی. اما سال 56 جمشید آموزگار اومد سر کار، برای مدت کوتاهی این پول رو قطع کرد که سرصدا به پا شد و اون فضای باز سیاسی به اقتباس دکتر علی امینی ایجاد شد. دیدیم این زاویه بزرگ بشری بر ایران بیچاره ما و بر نسل ما که میخواستیم نفسی بکشیم
نفسی از آسودگی منبند منهای ابعاد سیاسی وحشتناک، اما به لحاظ ابعاد اجتماعی واقعا ما آسوده بودیم. آنچنان بود که در دنیای شهر هم نظیرش نبود. امنیت باور کنید بیشتر بود، آزادی اجتماعی بیشتر بود، اما جریانات سیاسی و مناسبات اقتصادی زیر صفر و زیر صفر و زیر صفر بود. به همین جهت روشن فکران بیطرف محمد رضا شاه رو یک دیکتاتور بزرگ میدانند، اما پدرش هم دیکتاتور وحشتناک، غیر قابل تصور، غیر قابل اصلا پیشبینی. حتی آدمی پا برهنه میاد میره به سربازی برای معاش، سر از پادشاهی در میاره و آنچنان ظلم و ستمی میکنه که هیچ روشنفکری در دنیا شما پیدا نمیکنید تأییدی بر کار رضا شاه گذاشته باشه. برون انقلابی شد، ما هم آواره شدیم، یک گده آزادی خان آواره شدن، از جمله خود من که کسب تحصیل داشتم و روزگار نوجوانی بود آمدن فرانسه و این داستان انقلاب. برای شدیم که یک حکومتی مناسب با ایدئال هم نه این بند به ایران بره. شاهزاده رضا پهلوی آمد، دست بیعتی دادیم با ایشان. دوست عزیزم آقای مهندس سهراب چمنارا دو سه هفته پیش توضیح دادن برای رفع ابهام و رفع اشکال و آنچه که واقعیت هست من به آقای هم مهمان برسونم. من دو مبحث زمانی با شاهزاده رضا پهلوی دارم. یکی سال 1987 بود اولین دیدار و ارتباط، یه دوری 10 ساله است تا سال 1997 تا 27 ژوئن 1997 که ایشان مسئله رفراندوم مطرح کردن و دو سال بعد مسئله سید محمد خاتمی رئیس جمهور. پیش از اینکه رئیس جمهور بشه به خود من گفتند کوشش کنید که سید محمد خاتمی جا بیفته، البته اصطلاح فرانسه شو گفتند لانسه بشه، یعنی تایید بشه، یعنی اپروو بشه، یعنی پاترش منزه باشه برای رئیس جمهور شدن. اونجا اختلاف ما بالا گرفت، این شکاف پدید آمد. تا سالهای 2007 من خیلی کوشش کردم شاهزاده از ورطه هولناک وابستگی به جمهوری اسلامی بیرون ببرم، اما خب نشد. به گفته منوچهری دامغانی زده چیز ایران مر مملکت را، یکی برمیانی یکی زعفرانی، یکی زر نام ملک برنوشته دیگر آهن آبداد یمانی. یا نه به گفته سعلی بزرگوار در مورد بیپولی عنوان میکنه که با همه شجاعت تو حریف پولدار نمیشی، تو نمیتونی حریف پول بشی. این است که پول بادآورد جمهوری اسلامی، البته سرمایه فراوان خود شاهزاده رضا پهلوی از ارث رسیده. به هر روی من حریف نشدم و فاصله کاملا آشکار شد که من سر تلویزیون فاصله ما از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردم. البته اون جمله تند سعدی رو من به شکل دیگری از زبان خودم گفتم، گفتم با الهام از سعدی بزرگوار که میگوید چون تراشل این که خواهی پیچ نشود راست جز با آتش راست. من اونگونه کردم چون تراشل این که خواهی پیچ رضا پهلوی نشود راست جز با آتش نفس احمدی. آتش من نه یعنی آتش گدازنده و سوزنده و از بین برنده، نه نه نه، آتشی که بدی را از خودش به دور میکنه، آلاینده هست، یعنی پاک کننده هست، تطهیر کننده هست. من فاصله میگیرم تا خودم بمانم، دانشم محفوظ باشه، اعتبارم محفوظ باشه، شخصیتم محفوظ باشه و آلوده نشم. ایشون بدن به راه خودشون. اون آیت الله هاشمی، آقای هاشمی رفسنجانی ببخشید واجه آیت الله به کار بودن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای موسوی، آقای کروبی، آقای سید محمد خاتمی و دیگران. اما ما یک راه میهنی داریم، یک راه اعتلاع سربلندی میهن داریم. به همین جهت من پیوسته از زمانی که درسم تموم شد در فرانسه آمدم گفتم حکومت پارلمانی. من کتاب حقوق پارلمان رو درست 20 سال پیش در چنین ماهی تصویب شد برای تدریس دانشگاه فرانسه و بعد تصویب شد برای تخصص دوره دکترا در قانونگذاری. البته یک سال جلوتر من کتابی داشتم بر اساس دانشم در جامعه شناسی سیاسی به نام حکومت شناسی. من پیوسته تا چند سال پیش، تا پیش از آمدن به تلویزیون آقای سربی، حرف من حکومت پارلمانی بود، اما بر این شدم که قانون این حکومت رو هم بنویسم به نام قانون اساسی حکومت پارلمانی، پارلمانی ایران، که البته توی گیمه نوشته است رایستانی. رایستانی رایستانی نیست، اولا همزه عربی است، تجدید هم عربی است. مثلا اگر بگیم امید عربی میشه، ولی بگیم امید فارسی هست، چون تجدید ازش زایل میشه. رایستانی یعنی آنجا که مکان رای و خرد است و اندیشه و تبادل نظر. به همین جهت من این رایستانی رو نوشتم که در فردای ایران
که مجلس شورای ملی تبدیل بشه به رایستانی، یعنی هم مجلس عربی است، هم شورا عربی است، هم ملی عربی است، هم حکومتی که باشد اگر غیر از پارلمانی باشه یا رایستانی باز هم اون عربیه. به همین مناسبت من این واژه رو به کار بردم برای فردای آینده ایران. و اما مسئله نوشتن قانون اساسی به کجا بود؟ آقای صادقی هم میهنان عزیزم، من وقتی به یه مطلبی برخوردم که در همین منطقه پالمیر یا تدمر که در سوریه هست، یکی از آثار ژرف تمدن بشریه، یعنی در حد تخت‌جمشید که این داعشی ها رفتن خراب کردن و دارن خراب میکنن، در اونجا یه حاکمی بود به نام ادناتوس یا ادنات، این عرب بود، عرب بود، سر را به نمرین بود. وقتی شاپور اول ساسانی پسر اردشیر که بنیادگذار سلسله ساسانی هست رفته بود به جنگ امپراتوری روم و برنده هم شده بود، خزائن فراوان با خودش آورده بود، این آقای ادنات براش یه نامه نوشت، با خوش آمد بهش گفت، شادش بهش گفت، از قضا طلا و جواهرات و سیمالات هم براش فرستاده بود، یک نامه محترمانه براش نوشته بود. آقای شاپور وقتی منشیشون نامه رو خوند گفت او ننوشته پابوس، خب ببینید خودخواهی تا کجاست. به همین جهت من قانون اساسی پارلمانی آوردم، به همین جهت من حکومت پارلمانی پایبندم، اگر آخرین نفر هم بمانم از 75 میلیون برای نکیده هستم. آقای شاپور تصمیم گرفت که قاصدها را پیکار به رودخونه بندازه، گفت آقای عرب ننوشته پابوس که شما هستن، شما خودخواهی رو ببینید. هم بیانان گرامی تک سروری وقتی باشه این ضایعاته، و فرمان حمله به این عرب بیچاره داد. از قضا آقای عرب ایشون که چون به بیابون، بیابون بیاب و علف، چون عرب با بیابان زندگی کرده، با بیاب و علفی زندگی کرده، اونجا سپاهیان تا کمر طلای شاپور یکم ساسانی به خود شاپور شکست خورد، این شاپور با عظمت شکست خورد، طوری شد که زنهای پاسدار هم با خودشون بردند. همینان گرامی، زنهای پاسدار هم با خودشون عربها بردند، آقای عدنات با خودش برد. آقای عدنات لقب اوگوست کنت اوگوست از والریان گرفته بود به مناسبت این کارش. این آقای عدنات مرد، زنش به نام زنوبیا زن بسیار زیبای بود، جانشینشون شد و آمد با والریان جنگید، یعنی جنگش شد با والریان و شکست خورد، یعنی به قول زنجیر کشیدن، البته پیش از اون مصر گرفت، همین خانم زنوبیا مصر گرفت و اینو به قول زنجیر کشیدن. این در تاریخ ایران مونده متاسفانه پژوهشگران ما این قضایا ارزیابی نمی کنن. چرا من نمیدونم، این وظیفه مورخینه، من که مورخ نیستم، اما لازمه دانستن جامعه شناسی، بلیگه جامعه شناسی سیاسی، تاریخ بسیار گسترده و وسیع نه تنها کشور، جهانه. به این مناسبت من به لحاظ دانش و حرفی خودم، چون با تاریخ خیلی سر کار و پیوند دارم، اون ریزیکاوی های زشت تاریخی رو هم ارزیابی کردم. این است که من وقتی میبینم شایفنه تصمیم میگیره، مثلا در مورد بحرین خیلی خوب یک دمه تصمیم گرفته شد، اون بیچارگی در سر ما آمد. مثلا در مورد فرستادن آثار تخت جمشید به شیکاگو، که حتما آقای سرمی شما در جریان هستید، بسیاری هم مهمان من ساکن امریکا در این جریان هستند، مناسبات سیاسی رو پیگیری میکنند، سیاسی اجتماعی. وقتی رضا شاه در 1933 65,000 قطعه تخت جمشید رو کند و فرستاد به امریکا در شیکاگو، دادگاه شیکاگو 5 سال پیش تصدیق کرد که تمام این آثار فرستاده شده مال امریکاست و به سود شیکاگو دادگاه مصادرهش کرد به نفع خودش. اما آمدن آقای حسن روحانی رئیس جمهور به اینجا، اگه یادتون باشه حتما شما در آرشیوتون داری، یک قطع مرغ بالدار از اون آثار دادن آقای حسن روحانی، ولی اگر من میبودم لامحاله که اون یک قطعه رو بگیرم. چرا؟ چون اون یک قطعه درد تاریخی میانه منه، این خصه است. من گمان میکنم اگر به جای آقای روحانی میبودم حتما تو تیاره از رفتن تا فرودگاه مهرآباد گریه میکردم. خب این یک سره تصمیم گرفتن آقای رضا شاه بود. آقای سوری هم یعنی گرامی، اگر نصر احمدی اگر 100 گرم از تخت جمشید میکند و شما میفهمیدید، آیا من خواهم در این آدم عالم به حساب نمی آمدم؟ ولی که اون پادشاهی آزاده مبراست، قانون اساسی لعنتی مشروطه هم گفته پادشاه از مسئولیت مبراست. به همین جهت این قانون اساسی پارلمانی رو من آوردم. اما تا
ده سال پیش تا سال 2007 من پیوسته از حکومت پارلمانی میگفتم. وقتی اون داستان زهر ریختن در غذا رو پختن دو به من دادن به آقای آشپز و من هم یه خبر و به کانو مرد رفتم طالب گور، چند سالی که خونه نشین بودم و دبیرخانه جبه بسته شد، دفاتر نمایندگی هم بسته شد، پولهای بادآورد و سبز هم آمد، رادیو تلویزیون ها را خرید. آقای سربی شما هم چون تلویزیون دار هستید اگر که خریده نشدید دفاع کنید، خواهش میکنم، چون شما میدانید که همه رادیو تلویزیون ها خریده شد، یکی با بهای اندک یکی با گران قیمتی برای خریده شده. رادیو ها تلویزیون ها یه لیست بهشون دادن، سر لیست نصر احمدی هست که مبادا اسم این بشر آورده بشه. این قانون اساسی آقای سربی برای تمام رادیو تلویزیون های فارسی زبان جهان رفته، چه وایس اف امریکا، چه دوچه بله، چه رادیو فرانسه، چه بی بی سی، چه همه رادیو تلویزیون های دنیا فرستاده شده. چون وظیفه خبرنگار دو چیزه، یکی رساندن خبر به طور دقیق و درست بدون جهت‌گیری که متأسفانه همش جهت‌گیری است، یکی هم بینش دانشوران جامعه برای آگاهی جامعه. اما متأسفانه دومی رو هرگز لام تا کاف رادیو تلویزیون ها عنوان نمی کنند. من این قانون اساسی رو نوشتم برای آگاهی و تنبو همیهنه هم تنبو ببخشید به معنای آگاهی واژه عربی رو به کار بردم، ولی هرگز نخواستن مطرح کنند. اگرم مطرح شد از طریق رادیو تلویزیون های بیگانه که تماس گرفتن که بیشتر مدیرانشون هم با من دوستی دارن نپذیرفتم. چرا؟ چون فردا اعلام میکنن که بله این حکومت پارلمانی این آقای نصر احمدی رو خارجی ها علم کردن. آقای سردی به همین جهت من دعوت شما رو پذیرفتم. شما در مسافرت نیست بودید با همسرتون و خانواده، وقتی از پاریس عبور کردید به نیس آمدید گفتید که من سربون رو پیدا نکردم. گفتم سربون بسیار معروفه، راهنمای شما بود. خب چون شما زبان فرانسه نمی‌دانستید، فرانسوی ها هم بسیار متعصبن زبان انگلیسی رو جواب نمیدن، بنابراین شما پیدا نکردید. امیدوارم یه روزی روزگار این فرصتی بشه راهنمایانی پیدا باشن، شما هم به پاریس برید سربون رو به شما نشون بدن. این است که من دعوت شما رو پذیرفتم برای ارائه و اشاعه این قانون اساسی پارلمان. اما اون قانون اساسی سر زمین خواستم به آقای هم بهنان برسونم و بعد برم سراغ مطلب اصلی. ما دو هدف داشتیم، یک نشان دادن خار راهی به نام قانون اساسی مشروطه و بعد قانون اساسی جمهوری اسلامی و بعد بررسی قانون اساسی حکومت پارلمانی و تریبیون رای اسلامی که توضیح دادم. اما این قانون سرز آمده گفته که همه پرسی یکی جمهوریه، ولی جمهوری کدام ننوشته. خب این غلطه، چون حکومت وقتی در تیتری به نام قانون اساسی نباشه اون رومانه، اون کسی حسین کرده. بعد آمده گفته پادشاهی، بعد آمده گفته جمهوری دموکراتیک. نمیدونی دموکراتیک در مفهوم جامعه شناسی که واژه فرانسه است به معنای مردمی که به حکومتی طالبند، این میشود دموکراتیک. دمو به معنای مردم، کراتیک یعنی اداره سازماندهی. و بعد گفته البته در ایران ما از 1945 دموکراتیک صرف و صرف یک مفهوم مارکسیستی کمونیستی است، صرف و صرف به طور مطلق کلمه از داستان پیدایش کومله و دموکرات در ایران و در ایران آذربایجان که قهرمان ملی قوام سلطنه ناجیش بود و اسمی ازش نمیارن. بعد گفته جمهوری فدرال، ما میدونیم فدرال در ایران اون جنبه سنترالیزمش نیست، یعنی مرکزیتش نیست، یعنی هر ایالتی هر زبانی به کار خودش، هر که به کار خودش متأسفانه هر کسی خودش در حکومت بزنه، این میشه فدرال در ایران. فدرال آلمان نیست، فدرال امریکایی متأسفانه در فرهنگ ما نیست. و بعد آقای سربی هم میهنان گرامی آمده گفته است جمهوری اسلامی. شما از این روشن‌تر و واضح‌تر دوست عزیزی که تو خوندن نوشتن بلد نیستی، آقای سربی که شما این تلویزیون رو میچرخونید و بلندگودار هستید و باید پاسخگو باشید، من از شما میپرسم، خواهش میکنم جواب منو بدید، از این روشنگر هم هست جمهوری اسلامی؟ نه دیگه، نوشته دیگه کاملا رسما نوشته فصل اول جمهوری اسلام. خب این از جناس سبز. خب من چرا از سبز ننالم؟ من میخوام تمام گاوان دیر بریزم این هدف های سبز رو بخورن که بیابونه بشه. پر چه فرقی میکنه آقای موسوی آقای احمدی نژاد؟ آقای احمدی نژاد باور کنید رو راستر بود، دانشی نداشت، با تاریخ مطلق و سرکاری نداشته، اما اون رو راستر از آقای موسوی بود. اون قول امام زمان بقید درست من ملت داره غذا میخوره، این بوش سعین میز خالی رو که میبینید این جای خالی رو اینجا امام زمانه بود ارتباط به گل ترکا.
همینی که هست. ولی آقای موسوی چرا کلک میزنه؟ بعد در اصل هفتمش میاد میگه بله ما میخواهیم قانون اساسی حضرت دوری امام، دوری حضرت امام پیاده شود. اون شعر سعدی یادم افتاد، ز دست توی بر نخیزد امید، اگر برکنی چشم دیده سپید. نزد احمدی ادعا نمی کند زهره تمام شیرانو داره، در راستی راستترینه، در پاکی پاکترینه، باقی هم که هده جاش با پیغمبر رو عوض نمی کنه. اگر یک کسی بیاد فحاشی بکنه، اون فحاش معموره حکومت اسلامی که بیکار نمیشسته. حکومت اسلامی پولهای فراوان داره، 50 دلار که به آقای سوربین اون آقا بخواد بده، 50 میلیون این 50 دلار رو جمهوری اسلامی براش پرکاهه. اونتا آقای سوربی نباید اون فوشنامه رو میخون با پوزش. آقای سوربی از سراحت من نرنجی، آخر مطلب آخر حرفا یه جمعه به شما خواهم گفت، میدونم در خلوتتون حتما گریه میکنید، اینو من حد میدارم. اگر سوربی دل سنگ داشته باشه حتما بعد از برنامه گریه میکنه. بعدا میگم، حالا نمیگم، من اون سنو دارم در روی بگذاریم. آقای سوربی من خیلی پاک و منزه آمدم به میدان، مملکتم دچار بدبختی است که حکومت ظالمی بر سر کاره، میخوام یه رنگی از این خوشبختی داشته باشن. پیوسته گفتم حکومت پارلمانی، اما از قانون اساسی چیزی نگفتم. وقتی اون زهر خوراندن به من شد و طالب گور رفتم و نگاه پیدا کردم، البته من ادعای ندارم، به گفته دارش بزرگ میگه اهورامزدا مرا یاری داد، زیرا من اراده کردم. آره من ارادم بسیار راسخه، به اهورامزدا که باور دارم. حالا اهورامزدا یه مکتب زرتشتی میخواد پیدا بکنه، امیدوارم منو به دین بس نکنن. من کاملا به لحاظ سنتی مسلمانم، به لحاظ خانواده کما شخص خودم آدم عبادی نیستم، حرمتگذار دین هم هستم، در این قانون اساسی هم آوردم، دین هم لازمه میدونم. بنابراین جهتگیری دینی مطلقا در ذات من نیست. آقای سوربی این قانون اساسی سرز من میخواستم بخونم، گفته پرچم، پرچم ایران نشان شیر و خورشید و تاج با شمشیر، یا بدون تاج و شمشیر، یا با نشان فرابهر. خیلی خوب، اون شیر خورشید که بوده در مشروطه، اون فرابهر که اصلا شما زرتشتی اون وقت میشید، پس اسلام رو چه میکنید؟ پس ارامنه رو چه میکنید؟ آسمانها رو چه میکنید؟ دیگران رو چه کار میکنید؟ خب شما جهتگیریتون که از مشروطه بدتره. بعد میگه فراهم آوردن امکانات تا لیسانس. آقا چرا نه فرمای رایگان بودن تحصیل تا دکترا؟ ایران که نفتدار، گازدار، کوبالتدار، قلدار، پستودار، خاویاردار، کالیدار، هزاران هست. ایران کشور بسیار ثروتمند جهانیه، اونتا ما سر الماس پابرینه را میریم، ولی حکومت سر تخت آج میخوابه، اوان انصار دولتیان، ولی توده مردم همیشه آقای سرمی هم میدن آن ایرانی پابرینه سر الماس را میرن. چرا ننمیشید تا دکترها رایگان؟ چرا نمیشید تا لیسانس امکانات برام بیارید؟ یعنی تخت اونیز و نیمکت و ساختمون و ساختمون پر ایرانه، تخت هم که الحمدلله چون فراوان در ایران هست، امکانات یعنی چه؟ شما نمیشید مجازات جرم نه یک کامل مراحل قانونی به تصویر مجلس شورای ملی، خدا که تدخل کوبا میشه. آقایان شما یک بار یعنی یه لیسانس علوم اجتماعی هم بینتون نبوده؟ این چه داستانی دارید در میاری؟ این چه مشغولی ملته؟ مجلس شورای ملی بیاد مثلا راجع به طی مراحل قانونی هی تحقیق بکنه، زندانی رو برو بیاد، این چه داستانیه؟ پس تداخل قوا یعنی چه؟ یعنی شیر تو شیر. ببخشید با این واژه من به کار میبرم. آقای سوربی عنوان میکنه واژه نخو، شما ببینید حکومتی که میخواد بر سر کار باشه کلمه نخست وزیری جز دو بار بیشتر توش به کار نرفته بدون مسئولیت. یعنی یه آدمی برام نخست وزیر جز هیئت وزراست، جز هیئت وزرا. شما دیگه بیدانشی و جهالت از این بالاتر میبینید در کره هست؟ خب اینو بچه اینو چوبان ما هم میتونه بنویسه، چوبان ما که خوندن نوشتن بلده این هم میتونه بنویسه. شما بگید انتخاب شونده تنها نداشتن پیشینه کیفری. خب ها اگر وابسته امریکا باشه چه کارش میکنید؟ اگر جاسوس شیش جانبی باشه چه کارش میکنید؟ اگر بزهکار باشه، به قول خودم بزهکار باشه، به قول هم مهنانم بزهکار باشه. خب بزه یعنی تیری کمان. آقا نگید غلط، تلویزیون ها رادیو ها به ملت نگید. چند صد بار نصر احمدی سالهای اول خودش کشت برای درست تلفظ واژه های فارسی.
ولی من که ملا مقتدی به قول دیگران نباید باشم. میگه عزل نصب وزیر با رئیس جمهور. آقای سرمی مگه در قانون اساسی مشروطه نگفته عزل نصب وزیر به فرمان پادشاه؟ خب اینم همونو گفته. مگر در قانون ولایت فقیه نگفته؟ ولی تازه خدا پدر ولایت فقیه رو بیامرزه قانونشو، گفته عزلش به تأیید رهبر ولایت فقیه، حتی نصبشو نگفته. این دیگه خیلی مترکی در از مشروطه است. چرا نصرالدین گفته اگر میان قانون اساسی مشروطه میان قانون اساسی جمهوری اسلامی شمشیر دموکراس یخی گلوی من باشه بگن یکی رو انتخاب بکن، که البته هر دو رو انتخاب نخواهم کرد، کشتن رو ترجیح میدم، اما اگر دوباره بخشن و زنده بکنن من میگه خب قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی تره، پیشرفته تره، تکی دیگه دقل روشنه. بعد شما اینجا رو توجه کنید، درست حرفی که آقای شاهزاده رضا پهلوی مدام تو بگو چرا نمیذاره، اگر بازنگری در قانون اساسی مصوبات شورا بر اساس همه کرسی مردم. و میخوام بپرسم آقای سروی، همین الان گرامی، آیا اون پزشک جراح مغز، اون دکتر اتم، مثل برادر خود من، ایشون اتم درس میده، برادر دوم من، شما بهش بگید که مثلا یه مطلب سعدی رو یه مطلب حافظه بهتون بگید، بلد نیست؟ ایشون میخواد برای حکومت وضع کنه، وقتی چوپون روسیه بدبخت، اون خودفروش، اون بقال، اون کساب، اون کارگر، اون مهندس مکانیک، اون مهندس برق، چیز از حکومت سرش میشه؟ این چه مسخره بازی در آوردید؟ از ملت سوء استفاده میکنید به نام رفراندوم. خب رفراندوم یه طرح از پیش تعیین شده هست، یا به دستور انگلستانه یا به دستور فرانسه و امریکا و اسرائیل. نکنید، ظلم به این ملت نکنید. این همون قانون اساسی هایی بود که شما آقای سرمی مطرح فرمودید، مخصوصا رمان می‌نویسن پشتش می‌نویسن قانون اساسی، که این قانون اساسی پارلمانی تخته بشه و از بین بره. آقای سرمی، آقای سرمی، من برمیگردم به فلسفه پیدایش قانون اساسی. اولا یک، قانون اساسی باید مؤسسان بنویسه، حداقل 50 تا حقوقدان ورزیده و جامعه شناس ورزیده باید باشه اون تو، که اونا قانون بنویسن بقیه تایید بکنن. لازم نیست که همه حقوقدان باشن، جامعه شناس باشن، یا حکومت شناس که نیست، یا قانون گذار که نیست، که ما نداریم بین ایرانی ها، لازم نیست اون باشه، چون 1000 نفر مؤسسانه، چون 500 نفر شورای ملی شوراست، مجلس شورا. این رو 10 سال 5 سال بهش غذا میدن، پول میدن، امکانات میدن، حقوق بالا میدن تا قانون اساسی بنویسن. من وحشتم از این بود که یه قانونی بدتر از مشروطه یا بدتر از جمهوری اسلامی بنویسن به خود ما بدن. در مدتی که من دچار این فترت جسمی بودم، فترت نه همیانان گرامی، فترت منای سرشت، فترت یعنی سستی و فتور، فتور جسمی بودم، آمدم قانون اساسی نوشتم، گفتم این است همه جدو در پیشگاه بزارت بیطرفی، تو به هیچ ایدولوژی در این جهان هستی وابسته نیستی، و حالا که دانش تو دکترا و تخصص تو ایدولوژیه، چون جامعه شناسی سیاسی یعنی بررسی فرق سیاسی، بررسی ایدولوژی ها و آرمان سیاسی برای حکومت، ولی تو از این فاصله داری، این وجدانته. حالا ایریاتی هستی، خود من کمک کردی یا هرچی، یا شعورته، اطلاقته. به همین جهت منزه بودم، من به هیچ دسته جناح، حزب سیاسی، فرق سیاسی در جهان هستی وابسته نبودم و نیستم، به هیچ جناح سیاسی در هیچ جناحی نشستگی ندارم، یعنی ننشستم، یک دیناری از دریاری در این جهان هستی نگرفتم، این جهان با جیب خودم چرخوندم، تمام کتاب هایی که من نوشتم با جیبم دادم، تایپ کردم با جیبم، چاپ کردم با جیبم، پست کردم. 2200 دلار همبندان جهه کمک کردن به جهه، معادل نصف اجاره ساختمان جهه نشد. آقای شبیه هم یعنی گرامی، چون من از مردم کمک نخواستم، 27 تاجر آمدن سالی 3 بعد که ماهانه سالانه هر کدام بالای 51,000 دلار به جهه بدن، ولی به شرطی که من 2 شرط پذیرا باشم، اون 2 شرط ننگاوه رو من بمیرم به ناب و نمیرم به ننگ، اون میلیارد میشد در سال. آقای سرون من زیر بار نرفتم، حالا دولت های خارجی سر جای خودش، این است که من پاک و منزه برای اون مردم موندم. اگر بخوان انتخاب درست بکنن، من گلایم از روزنامه‌نگاران و دارندگان تلویزیون، صاحبان رسانه های جمعی، رادیوها و روزنامه ها اینه که آقایان شما 37 ساله چرا نمیشستید بین خودتون یه بهدارشترین رو در این کار پیدا بکنید؟ چرا نمیشستید پاکترین آدم رو پیدا کنید؟ چرا نمیشستید بیباکترین رشیدترین آدم با اندیشه سالم رو بیاید علم بکنید؟ چرا اسم نصف احمدی که میاد میکوبید؟
چرا 29 نفر از خاندان طالبی هر جلس میرفتن و دیبیت به دستور هاشمی رفسنجانی باید به کوبی تخته کنید؟ چرا؟ حالا یکی دیگه هم از سیدونه که اضافه شد هفته پیش در برنامه شما. نکنید این کارا رو، ظلم به اون ملت میکنید. خب این از سالمدی هم یه روز میمیره، حتما میمیره، اگر نکشنش که سه بار تا حالا تا پای مرگ رفته برای کشتنش، اما حتما نسرفتگی میمیره. اون سن قطعا عمر منو ده سال جنگ کرده، من چه بخوام چه نخوام. شما یه قرص سرخی بنزین عدس رو به یه فیل بدید ولی کشنده باشه، چهار سال ده سال بعد این فیل میکشه از بین میبره، خب من هم میمیرم. اون قرص هم در از بین بردن من دخیله، حتما من از بین میرم. ولی این اندیشه سالم رو چرا همراهی نمی کنید؟ بی طرف بی نظر برن تمام جانشناسان جهان، حقوقدانان دنیا، اگر این بودیادی به لحاظ تکنیک ولی به لحاظ سلیقه ممکنه. خود دوست عزیز من آقای مهندس شمنارا به من تلفن کرد که آقای دکتر احمدی سن ازدواجش چرا نوشتی 22 سال؟ خیلی خوب نظره مجلس مؤسسان درستش میکنه، آیه آسمانی نیست، قرآن نیست که نباید دستکاریش کنیم. چون محمد پیغمبر اسلام میگه لعتمن، آخرش میگه اینی بوست و لعتمن مکارم الاخلاق. آقای شدی هم یعنی امگیرانی شما میدونید من اون فقیری که نوشتم زبان عربی کتابی من خیلی خوبه، نه به حد فرانسه ولی زبان عربی خوب میدونم. پیغمبر اسلام که اینو گفته یه ما چه کار اسلام داریم؟ یه دینی هست تو حکومت نیارینش، تو دولت نیارینش، میرسه جای خودش. باور بکنید در دوری قاجار این دین معتبر بود، اینقدر قدرت هم نداشت. دوران صفوی و پهلوی وحشتناک این قدرت مذهبی زیاد شد، مگر نم زمانی که این تلفن قطع وصل می شد خانه دکتر بهیه جیدانی از پاریس گفتند آقای دکتر شما مگر نفوذ روحانیون رو بر سر شاه نمی دونستید؟ بله خیلی خوب می دونستم، باور کنید صبر کنید دکتر، خیلی خوب می دونستم. قانون اساسی بسیار ظریفه، پیچیده ترین کار اجتماعی سیاسیه، یک واو پس پیش بشه در قانون اساسی. اون قانون اساسی دیگه قانون اساسی نیست. شما آقای سرنی هم یعنی گرامی اردیبهشت 18 اردیبهشت 1328 28 شمسی بسیدی غلطه شمسی، چون شمس عربی آمدن پیغمبر اسلام از مدینه به مکه شده است هجری، هجرت کرده است اون سال مبره بودا. ما ایران رو به حسب روز حسابش میکنیم، آمدیم واجه خورشید گذاشتیم که غلطه. عرب ها قمری دارن 354 روز، یعنی عرب ها ایدشون یه وقت بهاره یه وقت پاییزه یه وقت زمستون یه وقت تابستون، معلوم نیست به رویه بگونه گمسایا بگون کرده، ولی ما ثابت و منظم به دقیق ترین و منظم ترین تعبیر سال در جهان هستی و در طبیعت. وقتی آمدن قانون اساسی رو کلمه آن واحد، آن واحد رو اضافه بکنن در اصل 48 که پادشاه میتواند در آن واحد مجلس را منحل کند، مجلس یا هر یک از مجلس این را منحل کند، احمد خان قوام سلطنه پهلوان سیاست نامی ایران که همه این نخست وزیران ایران این آدم مدلشون بوده، رول مدلشون بوده و طبیعی فرار کرده بود آمده بود پاریس، چون هم محدود و دم بود و هم مصادره اموال، این مصادره اموال مربوط به جمهوری اسلامی نیست، این مربوط به دولت شاه هم هست، برای قوام سلطنه پیاده شد، هم محدود و دم هم مصادره اموال. زمان صفوی هم بود، زمان قاجار هم بود، بیشترش هم بود، بیشتر صفوی هم بود، همین داستان، همین مدور دم و مصادره هم بود. دو سه نقاط دوران صفوی پیاده شد برای سیاست مداران اون زمان بدبخت فلک زده ایران. وقتی فهمید که محمد رضا شاه قانون اساسی رو دستکاری کرده و کلمه آن واحد اضافه کرده در 18 اردیبهشت 1328 بلافاصله نامه سرگشاده نوشت. این نامه معروفه، اصل ضرب المثل این نامه، نامه سرگشاده نوشت در روز بعد به تاریخ 28 اردیبهشت 1328. حالا حضرت همایون شاهنشاه، شنیدم که شما واژه آن واحد را در قانون اساسی مشروط اصل 48 به کار بردید، کاری که نه محمد علی شاه قدار کش توانست بکند و نه کاری که پدرتان حتی جرأت کرد در نقضش خطور بکند. شما آمده اید واژه آن واحد را نوشتید، من بیگمان میدانم این تاج را به زمین خواهید گذاشت و میروید از این مملکت. این نامه معروف احمد خان قوام سلطنه است. آقا سرینه که شوخیه، قانون اساسی رو دیم بازی چه قرار بدیم؟ ورداریم هر کسی دیمش خواست قانون اساسی بنویسه پشتش بذاره
قانون اساسی به خواهش جمهوری اسلامی. خب این کار جمهوری اسلامیه، این کار مال جمهوری اسلامیه. آقای سرمی، قانون همینان گرامی، قانون اساسی آن است که زبان مسلط باشه، ادبیات در حد عالی، در حد ادبیات تطبیقی بدانیم. عرض کردم مؤسسه می نویسه، شورای ملی می نویسه، اما 50 نفر نخبه باید باشه که این کار بکنه و بقیه تایید بکنن یا رد کنن به حسب منافع، به حسب فهمشون. بعد تسلط و آگاهی به موضوع داشته باشن. و بعد آقای سروی کاملا باید بی‌طرف باشن، کاملا باید بی‌طرف باشن. بعد مکاتب فلسفی سیاست رو بدونن، فلسفه پیدایش سیاست و حکومت رو کامل بدونن. و بعد اخلاق نیک داشته باشن، شناخت کامل و جامعه داشته باشن، بنیاد فلسفی زیرساخت حکومت رو بدونن. البته زیرساخت حکومت از آقای یزدان خدابندلو، آقای مهندس چمن آرا امروز برای من توضیح دادن که چه پیشنهادی دادن و چه گفتن، توضیح حتما خواهم داد. بعد ادبیات به سطح بالا خیلی خیلی شرده، ادبیات فلسفی، احاده به تاریخ، احاده به جغرافی، احاده به شناخت فرهنگ، یعنی هنجار اجتماعی، آداب و رسوم، موسیقی به ویژه، شعر، مناسبات اجتماعی، هنر، مناسبات اجتماعی جامعه رو کامل بدونه، مذهب رو در ابعاد فلسفیش ارزیابی کرده باشن، دشمن یا مداراگر دین باشن. نمیشه همینطور قانون اساسی نوشت. حکومت و روش حکومت رو بلد باشن، مناسبات حکومت دولت رو ببیجه بدونن، مناسبات دولت با جامعه، مناسبات دولت با دین، مناسبات دولت با حکومت، اینها ارزیابی بشه. عالی ترین شکل نمادین سمبولیک رو بدونن برای نوع حکومت، درصد مناسبات اجتماعی رو بدونن در دولت و حکومت، مناسبات دولت و پارلمان رو بدونن، فلسفه پارلمان رو توضیح بدن، تخصص کار پارلمانی رو بلد باشن، تخصص سنا و خبرگان رو بدونن، مناسبات دولت و جامعه و کشور رو با هم بدونن، بچه افتراق اینها رو با دین بدونن، تفکیک کار دولت رو بلد باشن، یعنی روش اداری کشور و اداره کشور رو بلد باشن، وزارتخونه ها مستقلن، استانداری ها، فرمونداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها، همه اینها، نحوه انتخابات، آدم های کلیدی و بانفوز بشناسن در مقطع سیاست جامعه. مگر شوخیه؟ همینطور یک قانون اساسی بنویسن. بعد ببینید رابطه با بیگانگان رو بدونن بر حسب منافع ملی کشور، ارزیابی کارهای سفارتخونه ها رو بدونن، کنسولگری ها رو، قراردادها رو، جنگ و صلح رو بدونن. آقای سرمی، شرایط اقتصادی چه داخلی چه خارجی رو کاملا احاطه باشن، عمران آبادی به چه نه به چه شکل که از وظایف دولته، مخصوصا مسئله تداخل و قوا رو بلد باشن که قوا تداخل پیدا نکنه. خیلی کارهای دیگه هست، باید حتما تا مراحل قانونگذاری، تا مراحل کامل حکومت شناسی آدم به اون مرحله برسه اگر تنهایی بخواد قانون اساسی بنویسه. چرا؟ اگر گروهی باشه حتما بینشون فضلا دانشمندانی هستن، کسانی هستن که نظر شخصی میدن، یعنی اون هیئت بررسی این کار باید عالمان جامعه باشن، هنرشناس باشن، ادیب باشن، حقوقدان باشن، جامعه شناس باشن، سیاست شناس باشن، اقتصاددان باشن، به ویژه فرهنگ شناس باشن، مورخ باشن، جغرافیدان باشن، اصلا مناسبات روابط زندگانی جامعه را بلد باشن از پیدایش انسان تا آن. نمیشه فلان مهندس برق برداره قانون اساسی بنویسه، مهندس ساختمان دکتر معده برداره قانون اساسی بنویسه، نه بیسواد بیسواد برداره قانون اساسی بنویسه. شما اون دفعه براتون خوندم زبان فارسی رو چه بلایی سرش آورده بود، ولی خود شما چه گفتید؟ من خیلی متاسفم به حال جامعه، خیلی شرمنده میشم گاهی اوقات بررسی میکنم، میگم خدایا چرا این ملت رو در این حد به ناآگاهی گذاشتن، در ناآگاهی گذاشتن. همین رو میگیرم آقا، این نوشته ها بیمارگونه است، نکنید این کار رو، برای اینکه لوس کنید قضیه رو. ما بهتر حکومت بشر رو چه میدونیم امروزه؟ همین رو میگیرم آقای شرمی، پارلمانی میدونیم. این حکومت پارلمانی باید یه سندی داشته باشه، اون سند اسمش قانون اساسی حکومت پارلمانی هست. حالا من کلمه رایستانی رو بودم، چون رایستانی باشه فارسیه، عرض کردم به جای اون واژه های مغلق عربی و لاتین، پارلمان خب لاتینه، آمده تو زبان فرانسه،
از فرانسه آمده به دیگر زبان‌های اروپایی و جا افتاده، اما ما برای خودمون ممالک کشورها شخصیت حقیقی و حقوقی دارن. ایران دارای شخصیت حقوقیه، یک پیشینه تاریخی، یک شخصیت حقوقیه. به این جهت من آوردم رایستانی، دور از اینم نیست. اگر تلویزیون ها رادیوها 5 بار 10 بار به کار ببرن، باور کنید به راحتی جا میفته. چطور این واژه ها جا افتاده؟ حالا واژه های جمهوری اسلامی چطور جا افتاده؟ آقای سوری همین اینا رو گرامی، اخلاق ما تا به حد پستی سقوط کرده. پسری به راحتی در آوازش میکنه پرویز لباس شیرینه، لباس مثل کنده. پسری به راحتی در آواز دختره میگه پدر سوخته، پدر سوخته. آواز میخونه میگه پدر سوخته. اون یکی دیگه میخونه میگه دروغگو، دروغگو، دروغگو. پس این اخلاقیات ما به کجا میانجامه؟ چه بلایی در سر ما آمده؟ جاسوسی با دختران ایرانی چه میکنه؟ با زن ایرانی چه میکنه؟ آقای سوری اگر این بدی های گذشته نمی بود، ما گرفتار قانون اساسی و حکومت اسلامی نمی شدیم. شما آخرین دوره مجلس شورای ملی ایران رو بررسی کنید، وقتی در آیین‌نامه انتخابات مشروطه عنوان میکنه مرسوان یعنی زنان، دیوانگان یعنی زن و دیوانه در یه ردیفه، مجموعین و شکستگان به تقسیم به نظامی ها حق رأی دادن ندارند. آقای سوری شما که نه حکومت شناسید و نه قانونگذار و نه جامعه شناس و نه خودم، به من جواب بدید. 18 افسر ارتش در مجلس ایران به عنوان نماینده چه میکنه؟ جواب من شما بدید. نمیدونم. خب آدم میمونه واقعا کسی نمیدونی جواب بده. یعنی خودخواهی شخص اعلی حضرت. چون افسرها چاپلوسش بودن، پابوسش بودن. نمیشه یه مملکتی قانون داشته باشه، قانون خرابم باشه، همون قانون خراب پیاده کن تا بگن به قانون پایبنده، نگن این آغازه به قانونه. همین قانون فاسد رو اگر شاه پایداری میکرد ازش، اون مسئله آزادی زن خودسرانه مطرح میکرد به دستوری کندی و دیگران که به نام خودش تموم بشه، خب میگود مجلس تصویب میکرد. خمینی هم هیچی نمیتونست بگه، نه خمینی بالاترش هم نمیتونست چیزی بگه. خب گزک داری دست آیت الله خمینی که دشمنت بود، پولم داشت، بازاری هم براش میفرستادن، خود شما میدونستید، ساواک هم میدونست، ساواک میزان پولها هم میدونست، خودتون هم که 2,200,000 دلار سالانه براش میفرستادید به تصویب پارلمان، منتها برای آیت الله شریعت مداری بیشتر میدادید، چون اون ظاهرا رهبر شیعیان ایران بود، 200,000 دلار بیشتر میدادید. سال 56 هم وقتی قطع شد، آیت الله شریعت مداری فشار آورد که آقا پول ما اولا قطع شده، ونگه این پولی که میدادید کمه. شاه گفت سال 56 که بله امسال بودجه ما صرف چیزهایی شده، سال دیگر جبران خواهیم کرد. خب این بلا سر ما آمد، فرزند خلف مشروطه شد جمهوری اسلامی. یا آیت الله خمینی هم گفت نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر، این بلا بر سر ما آمد. آسف من مطلب پایان دادم. قانون اساسی حکومت پارلمانی مطار شازادی رضا پهلوی رو تموم نکردم. 10 ساله اول در کمال سر صفا بود و خدا را گواه میگیرم آفریننده هستی رو، چون من از باورندگان خدا هستم، خیلی باورمندم از آفرینش. حالا اسمش هر چی میذارن، هر چی میخوان اسمشو بذارن، این جهان هستی مافوق عقل و اندیشه منه. من به آفریننده باور دارم، اون آفریننده هر چی اسمش باشه. سوگند میخورم این آدم، این جوان که تقریبا همسن سال خودم با 7-8 سال اختلاف سن، من معصومیت رو میدیدم از ایشون. باها و باها به من میگفت فکر نکن حرفاتو نمیفهمم، اما پشت سر من مهانگان، آسدان، تنگ نظران، چاپلوسان که بدبختی ایران از راهزنان کشور به نام دربار، اینها راهزن آزادی هستند، راهزن شرافت هستند، راهزن اخلاق هستند. آقای فریدون هویدا در پاریس با حضور عدیب هویدا پسر عموش 27 نفر نشسته بود و 29 نفر یه صبحانه میخوردیم، قرار بود که این منشور جدید دلها رو به آگاهیشون برسونیم. به آقای گفت آهای دکتر نصر احمدی زبان درباری نمیداند. آقای ستار سلیمی آلی دالفک برا شد، گفت آقای هویدا میشه میدن سعدی دوم پدر فرهنگ ایرانه، به جوانش فکر نکن، توجه نکن. آقای جان زبان ببخشید، ببخشید هزار بار از بینندگان شنوندگان ارجمند پوزش میخوام، امیدوارم یک کوشش رو بگیرن. گفت ایشان زبان ببخشید، ببخشید اون واژه‌ای که
برای دفع شهوت مردان در اون جای مخصوص به کار میبرن. گفت دکتر احمدی اون زبان بلد نیست. اگر می شاه کافیه حتما باید بگه اعلی حضرت قونوش آن شعار نبر خدایگان. این چه حرفی آقای پیدا میزنید؟ خب ما وقتی چاکلوس پروریم، وقتی بنده و برده پروریم، میخوایم مملکت ترقی بکنه؟ معلومه نه، معلومه ترقی نمی کنه. سعدی بزرگوار میگه به حاجم کاظمون، میگه حاجم اون زمان معادل شاه بود، برش میگه میخوام برم مکه، میگه آقا حاجی تو نیستی، شطر است، از برای آنک بیچاره بار میبرد و خار میخورد، گاوان و خران بار بردار، بزاد میان مردم آزار. شما میخواد یه لقب بگیرید دوباره بیشتر بچاپی، بیشتر اذیت نکنی کارو. این رنگ که تو میروی به ترکستان است، سعدی بزرگوار داره. چرا میگن بزرگترین نصیحت الملوک نیست دنیا؟ ولی چرا بیکسه؟ چون ایرانیه، ایران فرهنگش هم چه غریب بوده. آقای سربی همینان ایرانی یک میهن باخته، یک میهن دوست و انسان دوست، وقتی به فرهنگ ایران فکر کنه زار زار در خلوتش گریه میکنه. از جمله خود من، من غرور شکسته مردان خودم بارها و بارها حس میکنم. من جام به با پیغمبر عوض نمی کنم. حق نیست یک هرچه مردی رو بیارین سر هر فوش نمش خود شما بخونیم. آقای سرمی من این گدایی رو از شخص شما دارم، محال شهر رو مهمی یه میلیون بدید بخونم، همین داوری بیشتر رو شما $100,000 برش بفرستید. اگر فوش نامی رو خوند نکنید این کار رو آقای سرمی عزیز. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کردن آشنا کرد. من آورد به تلویزیون که این نظام سالم بشری رو به آگاهی همیهنان هم برسونم. من که در طبق اخلاصم چیزی نخواستم، چیزی نمیخوام. بینیازانه از ارباب کرم میگذرد، چون سیه چشم که بر سرم فروشان گذرد. من خیلی بینیازم، چون خنای دور دارم، رو به طب دارم. من دیدم چشمم، حرمت رو دیدم، بی کسی هم دیدم. جهان همینه، چنین است. فردوسی داره، دنیا همینه. جان یکی بر میکشه، یکی در میکشه. هرزین هم نیست. به گفته سعدی بزرگوار دنیا زنیست اشوگر، و دنیا به معنی دنی پست فرومایه اعتبار اونو نداره. دنیا زنیست اشوگر و دلستان، ولی با کس به سر نمیدرد از عهد شوهری، خوش خوشن نیست. حیف که گچین روزگار فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. ما عمر دوباره که نداریم، همینه. هر کی به رسالتش عمل کرد کرد، هر کی نکرد نکرد. آقای مهندس چمنارا امروز به من گفتن که آقای یزدان خدابنده رو که من ازشون دفاع کردم، که اون قرچه مرد آمده بود گفته بود نفس احمدی خدا یزدان خدابنده رو و آقای مشیری، آقای مشیری خب بلنگو داره از خودش دفاع میکنه، ایشون که خب خیلی تو سیاست نیست، کار فرنگی میکنه، هرچی هم دلش بخواد خود میگه، آزاده و برامش هم قطع نمیشه. اما آقای خدابنده رو من دو بار با اسمشون آشنا شدم، ولی ایشون در حرفاشون گفتن همون آقایی که قانون اساسی نوشته. جناب خدا بندلو اقل کم هر تلویزیون 1000 بار اسمون آورد، بعد تلویزیون ها 100 بار، آقای سربی هیچ بار در این 14-15 سال اخیر. و محال شما شنونده و بیننده تلویزیون و رادیو نبودید باشید، 57 رادیو و تلویزیون. اما من شما رو دو بار شنیدم، اسمتون رو بلد بودم. چطور آمدن گفتم یزدان که خدا هست، خدا هم که خدا هست، بنده هم یعنی بنده این خدا. شما تا به این حد خدا پرستی، یه قرچمردی شما را از حیده خدادانی و خدا پرستی بیرون آورد. من دفاع کردم از شما، ولی میگید همون آقای که قانون اساسی نوشته. من اسم دارم، نکنید. امیدوارم اون شخصی که نباشید که به آقای مرداد خانسهری که جاسوس و رابط رضا پهلوی با جمهوری اسلامی هست رفاقت داشته باشید، چون اسم شما را با اون ترجیح با اون آقا آوردن. اما امیدوارم یزدان خدا بندیلو از اون آقا فاصله گرفته باشه و شما اون باشید که ما هواخواهان نظام پارلمانی شما را هم میخواهیم، به شما احتیاج داریم. اما راجب به گمانم ساختار حکومت فرموده بودید، آقای مهندس چمنارا گفتن من به زمان 23 سالگی در کتاب مورفولوژی که به تصویب رسید برای تدریس دانشگاه و در آرشیو ملی ایران موجوده، جز اسناد ملی ایرانه، در 23 سالگی در اونجا این ساختار حکومتی را توضیح داده بودم که به نام سری تحول اجتماعی هست، از البته ملخص کار ابن خلدون در کتاب مقدمه الاکبر فیزر جلال الاکبر العبر
فیض و جلال الاکبر که البته در ایران من ترجمه‌شو از پروین گناوری معروف تورهی خوندم، بسیار میترفانه بررسی کردیم و دانشمند و عالمانه و جز واحد درسی بود، و بعد در پاریس در کتابخانه کوژاس هم فرانسه رو دیدم، فرانسه شو هم عربی شو و خیلی به کارم خورد. در اونجا این سیل ادواری حکومت در کتاب مورفولوژی خودم در 23 سالگی توضیح دادم که اولی می آید سرکوب می کند قلقم می کند با رشادت و دلاوری و از جنگ گذشتگی، دومی می آید به عمران آبادی اجتهاد می پردازد، سومی به لعب و لعب و عیش و نوش، اما الزاما نه سه نفرن، ممکنه ده دوره باشن، ولی دور سومی که لعب و لعب می کنه و از حکومت غافل می مونه متجاسرین بشترش می ریزن به یه حکومت جدید می آرن و اون از بین می برن. امیدوارم منظورتون این بوده باشه، اما اگر منظورتون چیز دیگریه من نمره تلفنی که دارم، ایمیل که هم هست، ایمیل آمده دکتر نقطه نصر احمدی با دو تا اسم متاسفانه، عدد 33@gmail.com، و هم فیسبوکی داریم به همین نام دکتر نصر احمدی فارسی و لاتین، و پیج هم داریم از قضا. این است که در اون میتونید این ارتباطات رو با ما داشته باشید. من آرزوی شادی، خوشی، خرمی برای همیهنان دارم، اما فحاشی و حتاکی که من شد، من میدونم دوست ارجمندم آقای جناب آقای افشاران ناراحت از این شدن که من آیت الله خمینی رو گفتم 2,200,000 دلار سالانه براش فرستاده میشد، و بعد گفتم آیت الله خمینی هرون اونی نیست که ما میخواستیم. ایشون البته با رحمت الله علیه بارها و بارها عنوان کردن، اما در گفتگوی تلفنی من به ایشون گفتم لعنت الله علیه، و واقعا من با دل لعنت خدا را بر ایشون میفرستم، با اون همه خونریزی، با اون همه بیدادی که بر ملت ایران آورد، که مغول همین کار را بر سر ملت ایران نیاورده. خب ایشون آزاده شدن، لابد آقای مصطفی آزاده که از نوچه های ایشون هستن و از دست نشاندگان ایشون، آقای مصطفی آزاده خب سوادی دانشی چیزی نداره، مطلبی رو نوشت فحش‌نامه، به من حتی مردک گفت. آقای سوری مردک، میدانید مردک چیه؟ مردک دو معنی داره، یعنی مرد غرچه و نادان. مردک در مفهوم ادبیش به معنای کسی که غیرت ناموسی نداره، خیلی حرفه. شما این فحش‌نامه رو علیه من خوندید؟ سر بیلیزه نکنید. آقای سوری خدا را گواه میگیرم، به پدرم و میهنم سوجه میخورم، آقای مصطفی زاده در تلفن مطلبی رو به شما گفتند، با پوزش هزار بار از تقدس معنوی مادرها ببیش مادر شما، که اگر دوری خانخانه می بود و این فوش در ایل داده می شد، حتی به شما اگر در ایل مازه می گیمی کردید، اون آدم تیرباران می شد. من تلفن رو قطع کردم، بلا فاصله زنگ زدم به آقای افشارا، جناب افشارا، اینم بهشون گفتم شما جناب افشارای قسم بدید به پدرشون و دایشون، دایشون خیلی دوست داره و مرد معتبر و مؤمنی بوده، و آیت الله خمینی رو، چون آیت الله خمینی ایشون باور داره، سوگند بدید بفرمایید که نصر احمدی به شما این مطلب رو گفت، و گفت پنهان بماند. هفته بعد همین آقای مصطفی زاده به من زنگ زد، آقای دکتر خوشحالم که شما واسطه دوستی من و دوستی دوباره من با آقای سر میشدید، ای لعنت بر این دوستی، ای توف این دوستی، و من گوشه قطع کردم. آقای سوری پشت خط به من بگید، البته یه گوشت رو ببندید، من شرم دارم، من الان عرق کردم از این فوش. وقت شما باید 50 دلار آقای میل سر خط فوش نوار خودتون میخونه داشتون میخونه. من به گمانم شما ارز ناموسی خانوادت رو به 50 میلیون 50 دلار نخواهید داد. من از همیانم خدافزی میکنم از این رسانه، بجتون جای من اونجا نیست، خداحافظی میکنم، بلندگو برای من فراوانه، تا بلندگوی مستقل جبهه راه و بازسازی ایران که هیچ تخطی درش نباشه تا این هدف مقدس ملی پیاده بشه. آرزوی شادی براتون میکنم آقای سوری، همچنان برای شما تندرستی خوشبختی آرزو مندم، شاد باشید، خدا نگهدار همگی همیهنان. بسیار ممنونم از شما، لطف کنید بعد روی فیسبوک خودتون دوستانی که نوشتن بهشون پاسخ بدید. ممنونم، سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز، متاسفانه آقای نصر احمدی وقتی صحبت میکنن چون از طریق تلفن هست، اگه من صحبت کنم، ایشون چند بار گفتن که صدا قطع وصل میشه، به همین دلیل چندین بار چیزایی گفتن که من میخواستم در مورد صحبت کنم ولی ساکت موندم. یکی پوری رو که میگن درباره خمینی و اینها،
فکر کنم منظور ایشون تومنه، اگه تازه همچین پولی بوده، چون 2 میلیون دلار اون موقع ها در سال من فکر نمی کنم. ولی از اینکه حکومت شاه دربار با آخوندها حقوق میداد و پول میداد هیچ حرفی درش نیست. عکسایی هم هست که میبینید تمام این آخوندها توی صف وایسادن و دست بوس شاه هستن. متاسفانه درباره ایمیلی که آقای مصطفی زاده نوشتن، ایشون دوباره هم قضاوت اشتباه کرد آقای نصر احمدی، هم اینکه 50 دلار آقای مصطفی زاده نه پولی به من داده. و اتفاقا چون امروز هم شما باز اسم ایشون آوردید، باز به ایشون حق دادید که بیان و توی برنامه‌ای صحبت کنن. آقای نصر احمدی، برای من مهم نیست که آقای شهرام همایون اگر 1 میلیون دلار هم بهش بدن چه کاری رو انجام نمیده، ولی آقای شهرام همایون تا حالا نشون داده که برای 1 دلار که میگیره چه کارهایی رو انجام داده و سابقه ایشون به اصطلاح برای تمام بینندگان واضح و مشخص. شما بارها گفتید که همه اسم شما رو آوردن جز سربی. من نمیدونم توی برنامه وقتی که ما یه گویندهی داریم معرفیش میکنیم، اسمشو میاریم، میکروفون رو در اختیارش میذاریم، این دیگه خیلی زشت و غیر عادی میشه که اون مجری برنامه هی دم به دم اسم شما رو بیار. از اول برنامه تا آخر برنامه اسم شما روی صفحه کامپیوتر میاد، میچرخه، دکتر نصر احمدی کالیفرنیا. خیلی خوشحالم که امروز تصادفاً اسم شما رو به فارسی هم روی صفحه فیسبوک و برنامه زنده شما نوشتم. و میگم گاهی وقتا من یک کارایی میکنم که بعد خوشحالم که دانسته یا ندانسته این کار رو انجام دادم. ببینید دوستان، من این صفحه فیسبوک رو امروز به شما نشون میدم که ببینید روی صفحه فیسبوک خودم که من نه براش پولی از ایشون گرفتم نه کسی به من پرداخت میکنه، برنامه‌های زنده آقای دکتر نصر احمدی رو گذاشتم، نوشتم دکتر نصر احمدی کالیفرنیا 19 دسامبر 2016، به فارسی هم حتی نوشتم دکتر نصر احمدی. از اول برنامه تا آخر برنامه هم صفحه شخصی دکتر نصر احمدی روی فیسبوک نشون داده شده که این باشه پلیر 5 که این باشه، و هم پیج به اصطلاح دکتر نصر احمدی که پلیر 4 که این باشه. پس هیچ عذر و بهانه‌ای به قول معروف موجه نبوده و نیست. و دیگه نمیدونم اون دوستی هم که راجع به آقای رضا پهلوی نوشته بود، آقای فضل الله حسنی، من از ایشون دعوت کردم، بذارید بهتون اینجا نشون بدم، دعوت کردم که بیاد توی برنامه با خود من صحبت کنه، چون به نظر من نوشته ایشون غلط و اشتباهه. چرا؟ بذارید براتون نوشته ایشون رو که زیر برنامه آقای نصر احمدی نوشتن براتون بخونم. نوشتن که جنبش سبز همان جمهوری اسلامی است و در این تردیدی نیست. خب اگه در این تردیدی نیست دوست عزیز، یعنی آقای رضا پهلوی به آهنگ جنبش سبز و جمهوری اسلامی رقصید، حتی لباس رقص مخصوص هم کرد براش، شال سبز و دستبند سبز. ولی شما بعدش نوشتی اما بخشش همگانی شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی در چه مقامی هست که همگان رو ببخشه، یا اینکه همگان چه جرمی کردن که احتیاج به بخشش یه آدم عقب افتاده سیاسی داشته باشن؟ بعد نوشتید که با آن بستگی ندارد و برای همکاری و پیوستن افسران جوان به مردم است و تلویزیون افق ابتکار خود رضا پهلوی. آقا این مزخرفات چی؟ آقای ابوالفضل فضل الله، شما اسمتون خدای فضل و دانش، فضل الله، فضل الله حسنی، یکم بیاین پایین‌تر از این خدایی آگاهی و دانش تا با ما کم دانایان همراه بشی. این مزخرفات چیه؟ کدوم افسر جوان تا حالا پیوسته به مردم به خاطر رضا پهلوی؟
رضا پهلوی توی مریلند نشسته فکر بیزینس و خوشگذرانی هست و درآمد پور و تلویزیون افق. بله برنامه بود افق، آقای سیامک دهقانپور اونجا بودن، بعد اینا هم حالا فکر کردن حالا تلویزیون ایشون چی کار کرده، اصلا کی تماشاگرش هست با این افرادی که آورده یک ساعت برنامه از تلویزیون اندیشه. کله پاچه چیه؟ مورچه چیه که کله پاچهش چی باشه؟ تلویزیون اندیشه خودش چیه که یک دیلر ماشین، یک دلال ماشین ماهیانه پولش رو پرداخت میکنه که حالا دیگه برنامه‌ای به نام تلویزیون افق چی باشه؟ در صورت ممنون و متشکرم آقای نصر احمدی و من باز خوشحالم که قبلا هم به شما نشون دادم من مثل دیگر مجریان برنامه نیستم که به این و اون صحبت کنم ازشون اجازه بگیرم، مثل این و اون نیستم که پشت سر صحبت کنم و هر چه میبینید همین هست که هست. خوشحالم که شما گفتید اون دوستی که از من بدی گفته اسمش رو گفتید آقای مصطفی زاده بوده و به من خودم هم تو برنامه ها گفتم آقای مصطفی زاده حتی ورداش برای داداش من که اصلا با تلویزیون های ایرانی و اینها هیچ رابطه ای نداره نامه نوشت و شکایت کرد و داداش منم نوشته بود من اصلا برنامه ها رو تماشا نمی کنم و اصلا یه کار بی خودی. اینم متاسفانه بدی ما ایرانی هاست، وقتی با یکی دوست میشیم سفره دلمون رو باز میکنیم، در خونمون رو باز میکنیم بیاد، و وقتی دشمن میشیم میخوام از اون شهر رو از اون کشور بیرونش کنیم. آقا من نه با شما دوستی دارم که اینقدر محرم باشم، نه دشمنی دارم اختلاف دارم که اینقدر دشمن باشم. و اینکه آقای نصر احمدی توی برنامه گفتن که دنبال بلنگوی خودشون هستن اینها، امیدوارم موفق باشن. بلنگوی خودشون رو نه یک ساعت در هفته، 24 ساعت در هفته داشته باشن. تازه اگر کمکی هم از خواستید، من به دشمنام کمک کردم، شما که دوست بودید. این هم از این ماجرا. دوستان عزیز بریم با هم برنامه ها رو ادامه بدیم. همونجوری که قبلا هم گفتم امیدوار بودم ساعت 4 ویدیوی مصاحبه آقای مهندس چمنارا رو با آقای مانی نشون بدیم یا بذاریم شما بشنوید، چون اینها هم یه فیلمی شدن رادیوهای تصویری و ما نمیدونیم با اینها چیکار بکنیم و همون شترمرغایی هستن که نمونه‌اش هم آقای رضا پهلوی میگی بار ببر میگی من مرغم، میگی تخم بذار میگی من شترم. خدایا ما را از دست این شترمرغ‌ها نجات بده. با هم برنامه رو پی میگیریم، ممکنه شما مجبور بشید که صفحه کامپیوترتون رو ریفرش کنید و اون ویدیو هم روی فیسبوک هست، احتیاجی نیست که فیسبوک رو ریفرش کنید یا توی صفحه فیسبوک مردم تیوی دو تا سه تا ویدیو برید پایین مصاحبه آقای چمنارا رو با آقای مانی میبینید. به زودی مصاحبه ایشون با پان ایرانیست ها هم که اینها هم مثل جبهه ملی معلوم نیست کی هستن، چند تا هستن، کجا هستن، ولی همشون میگن شعبه نمیدونم قسمت کارگزاری، قسمت کاردانی، قسمت فلان، و همه اینها فقط تظاهر به بزرگ بودن میکنن و دیدیم که توی این 38 سال گذشته به خاطر این تظاهرات به بزرگ بودن، به خاطر این سنگهای بزرگ برداشتن، آدمای ضعیف تا حالا نتونستن قدمی بردارن. سعی کنید قدمها رو کوتاه و پیوسته، گفت چی؟ رهروان است که پیوسته و آهسته رود، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. روز روزگار بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز خوش.